در عملیاتی تروریستی دیشب در پاریس که داعش مسئولیت آن را بر عهده گرفته بیش از 150 تن کشته و 300 نفر زخمی شدند. هویت فرانسوی یکی از تروریست های کشته شده تایید شده. چراغ همه خیابان های پاریس قرمز. برای حفظ جانتان از خانه بیرون نیایید. روزنامه فیگارو، جنگ در قلب پاریس. اینجا پایتخت فرانسه در قلب اروپا است که به پادگان شبیه شده. همه چیز از دیشب شروع شد، زمانی که دو تیم فوتبال آلمان و فرانسه در ورزشگاه سنت دنیز پاریس مشغول بازی دوستانه بودند که این صدا توجه همه را جلب کرد. بلافاصله رئیس جمهور فرانسه و اشتاینمایر را که بازی را از نزدیک تماشا می کردند تحت شدیدترین تدابیر امنیتی از ورزشگاه خارج می کنند. صدا تکرار می شود. بازی که تمام می شود مردم نگران و بیخبر از وقایع بیرون به وسط زمین می آیند و در نقطه ای دیگر از شهر، سالن باتاکلان. سالونی چند متر آن طرفتر از دفتر مجله شارلی ابدو و محل برگزاری کنسرت های موسیقی که به جای موسیقی صدای رگبار گلوله از آن بیرون می آید. مردمی که برای کنسرت به اینجا آمدند حالا کشان کشان و با بدن زخمی خارج می شوند. اونها به همه طرف بی هدف شلیک میکردن. بعد دیدم به سمت زخمی هایی که روی زمین افتاده بودن تیراندازی میکردن. واقعا وحشتناک بود. و این یکی دیگر از حمله های تروریستی به پایتخت فرانسه است. دیشب پاریس 6 حمله تروریستی همزمان به خود دید. در سلسله انفجارها و تیراندازی هایی در رستوران ها، سالن کنسرت و استادیوم ورزشی که 153 کشته و بیش از 200 زخمی بر جا گذاشت. دیشب خونبارترین شب فرانسه بعد از جنگ جهانی دوم بود. رئیس جمهور فرانسه پس از این حمله ها اولین بار در چند دهه گذشته حالت اضطراری اعلام کرد و دستور داد مرزها را ببندند. اولاند گفت می دانیم این حملات از کجا نشأت می گیرد. او به مردم وعده داد جنگی بیرحم و شفقت علیه تروریسم به راه بیاندازد. آنطور که منابع امنیتی فرانسه میگویند 8 نفر از مهاجمان کشته و 10 ها مظنون دستگیر شدند و 12 فرد مسلح همچنان فراریند. داعش مسئولیت حملات پاریس را بر عهده گرفته. همانطور که پیش از آن مسئولیت حملات تروریستی در زاهیه لبنان را گردن گرفت. بومرنگ تروریست که حالا از خاورمیانه به اروپا برگشته، همان که بشار اسد گفت. تسلیت گفت و ادامه داد پاریس از تروریسمی رنج برد که سوریه از 5 سال پیش با آن درگیر است. 120 هزار نیروی امنیتی در سراسر فرانسه مستقر شدند و در پایتخت به نوعی حکومت نظامی است. ایرلاین های آمریکایی و روسی بیش از 90% پروازهایشان به مقصد فرانسه را لغو کردند و بلژیک همسایه فرانسه از اتباعش خواسته از سفر به پاریس خودداری کند. یوفا هم اعلام کرده دیدارهای این هفته فوتبال در اروپا به احترام کشته شدگان حملات تروریستی پاریس با 1 دقیقه سکوت آغاز می شود. سکوت، همان چیزی که حالا هم بر خیابانهای پاریس حاکم است و هم بر زبان تحلیلگران سیاسی. در مقابل این سوال که آیا فردای 13 نوامبر مثل فردای 11 سپتامبر خواهد بود؟ محمد ایلبیگی، اخبار شبانگاهی. رئیس جمهور به اروپا نرفت. دکتر روحانی با محکومیت حملات تروریستی فرانسه سفرش به 3 کشور اروپایی ایتالیا، واتیکان و فرانسه را لغو و به زمان دیگری موکول کرد. وزیر خارجه علت لغو این سفر رو اینطور اعلام کرد.
توافق کردیم که الان وقتشه که تمام توجه منحصر باشه به موضوع مبارزه با تروریسم و زمان سفر جناب آقای دکتر روحانی به اروپا که سفر به ایتالیا، واتیکان و فرانسه بود در زمان بهتری در آینده نزدیک انجام بشه تا ما از فرصتی که امروز این فاجعه پدید آورده برای هماهنگی بین المللی استفاده کنیم.